بچه ها من از خرید اومدم، یه کلمه چیز میز از تیکه مکس گرفتم، از اکشن گرفتم و گفتم بیام بهتون نشون بدم. همین الانم رسیدم خونه، من برم پنجره یا آشپزخونه رو ببندم چون خیلی سر و صدا میاد. بعد شروع کنیم که وسیله رو باز کنیم. خب کلی چیز میز گرفتم، هفته دیگه هم کریسمسه که حتی یه سری کادو هم توش هست، یعنی همه چیش برای خود من نیستش. همینجوری میخوایم دست بکنم تو کیسه و بیارم بیرون دیگه. اول با یه چیز خیلی غیر جذاب شروع کنیم، شمع، که من همیشه وقتی میرم بیرون باید بگیرم چون عاشق اینم که تو خونه شمع بویی روشن کنم که بوی خوب بده. عشق اینجور چیزا. اینو از اکشن گرفتم که بوی پرتقال دارچین داره. بندازیم این بعدن جمع میکنم. وای بوش خیلی خوبه، چون من خیلی از این شمعای بویی زیاد میخرم و همیشه هم زیاد میخریدم، ولی متاسفانه اکثرشون اونجوری که باید، مثلا اینجوری که بو میکنی خیلی بوی خفنی میده، ولی وقتی روشنش میکنی اصلا بویی نمیده. اما این مال برند مارک ایرویک هستش، خیلی خیلی خوبه و واقعا وقتی شما مثلا توی اتاقی روشن میکنید، بعدش مثلا نیم ساعت بعد میایید وارد اون اتاق میشید، قشنگ حس میکنید که خیلی بوی خوبی میده. واسه همین من ازش دو تا گرفتم که الانم یکیشو روشن میکنم بذارم توی پذیرایی که بوی خوب بده. حالا که راجع به بو و عطر و اینجور چیزا داریم صحبت میکنیم، یه چیز دیگه هم گرفتم، اونم باز مال ایرویک هستش که از این دستگاه هاییه که قطره خوشبو کننده توش میریزی و خودش تایمر داره، باتری داره، نمیدونم حالا یا باتریه یا شارژیه، باید نگاه کنم، فکر کنم باتری داشته باشه. بعد این یه دونم این قطره شو داره توش که میریزی تو خودش سر تایمرش مثلا اینجوری پس میزنه و هوا رو خوشبو میکنه. از اینجور چیزا من هر جا ببینم قطعا میخرم و قطعا هم برند ایرویکو میگیرم، چون من هر چیزی که فکرشو بکنی امتحان کردم و این بهترینشه، بهترین. خب بریم یه چیز مسخره دیگه که باید میخریدم، کیسه زباله بود که توش 30 تا عدد هستش، 20 تا 25 لیتر. واو خیلی جذاب. خب باید میگرفتم دیگه، کسی که تنها زندگی میکنه اینجور چیزا رو هم باید تو خریداش بذاره. بعد از تیکه مکس هم قاطی پاتی بهتون نشون میدم چون همه رو قاطی گذاشتم تو این کیسه. یه دونه از این لیوانای خوشگل گرفتم برای خودم که البته بگم داغ تو این نمیتونید بریزید، ولی رنگ و خدایی نگاه کنید چقدر خوشگله. فقط برای چیزای خنک میتونین استفاده بکنین. جنسش هم خدایی جنس باحالیه، یعنی از این پلاستیک آشغالی ها نیستش. که اینو گرفتمش 7 یورو، ولی رنگای مختلفی داشت، از سبز، آبی، توسی، طلایی، یک عالمه رنگای خفن داشت، ولی این واقعا رنگش خیلی جذاب بود. اینو گرفتم برای خودم. و باز از تیکه مکس یه دونه اوکی، یه دونه کادو که برای بابام گرفتم، یه دونه ساعت از آدیداسه که قراره برای کریسمس بهش کادو بدم. اوه درشم باز شد، خواهیم بهتون نشون بدم یا ویدیوامو نبینه؟ نه بابام ویدیوها رو میبینه، نه نشون نمیدم. دلیلش هم اینه که آقا ما هر سال خانوادگی سر کریسمس که میشه ویشتل میکنیم. ویشتل به فارسی اینجوریه که هممون، چون چند نفر، مثلا 7 نفر هستیم که خواهر و برادر و چمنم شوهر خواهرم و مامان و بابام و اینا، برای بچه ها که جدا همه کادو میگیرن، ولی برای بزرگترا ما اینجوری میکنیم که اسم هممون رو کاغذ مینویسیم میریزیم توی چیزی، بعد هر کسی یه دونه اسم میکشه و برای اون یه نفر باید تو یه کادوی خوب بگیری، یه کادوی خفنی که طرف خوشحال بشه. من امسال اسم بابامو کشیدم و براش یه دونه ساعت از آدیداس گرفتم که تو ویدیو هم نشون نمیدم چون ممکنه بابام ببینه، واسه همین دیگه سورپرایز و این داستانا از بین میره و ما هم مثلا بین خودمون میگیم که آقا نگیم برای کی اصلا قراره بگیریم. البته من و تینا همیشه هم دیگه لو میدیم که کی کیو کشیده، که هم دیگه کمک کنیم که مثلا چه کادویی برای طرف بگیریم. بریم سراغ یه دونه از این بیوتی بلندرها گرفتم که 3 تا توشه، از اکشن گرفتم، دیدم ارزونه، فکر کنم 1 یورو 2 یورو بود. امیدوارم که نرم و اوکی باشه چون من مارکای مختلف امتحان کردم، ولی رنگش خیلی کول بود. دیدم 3 تا
دیدم سه تا توش داره. اوکی نرمه، خوبه. آره اوکیه. به طبیعت هم باید حالا خیس بشه با این داستانا، ولی باحاله. قیمتش خیلی ارزونه. ما یکم که افتاد اون جلو مله ها. دیگه چی گرفتم؟ یه دونه جا شمعی گرفتم که سایز بزرگشو اینجا دارم که توش این پرامو گذاشتم. حالا نمیدونم شما تو تصویر میبینید یا نه، ولی در واقعش جا شمعیه، ولی من این پرامو گذاشتم توش بزرگشو. دیگه گفتم یه دونه سایز کوچیکشم بگیرم که ست بشه. دیگه چی گرفتم؟ آها، باز برای کریسمس برای دختر خواهرم گفتم یه پکیج کادویی براش بگیرم، چیزای خرت و خورد دیگه. 2-3 سالشه و الان خیلی عشق لوازم آرایش و لاک و نمیدونم گوشواره و دستبند و این چیزا داره. واسه همین اولش می‌خواستم براش یه دونه عروسک بگیرم، بعد گفتم بابا اینقدر عروسک داره و هر دفعه که مثلا من یا خواهرم، یعنی اون یکی خالهشو مثلا می‌بینه، عشق اینه که آره وای ناخونا چقدر خوشگله، چه میدونم گوشواره چقدر خوشگله و از این داستانا. واسه همین گفتم خیلی حال میکنه با این جور چیزای دخترونه. که یه دونه براش گل سر گرفتم که چند مدل چیزای مختلف توش داره. یه بستم از این دستبندا و گردنبند و از این چیزای شکلک پکلکی و رنگی و اینا دوست داره. و یه دونم از این کیفای این مدلیه که توش نمیدونم حالا درست دیده میشه، مثلا سشوار و آینه و برس و یه دونه ماتیک توش هستش، دو تا ماتیک توشه، عطر توش، یعنی یه حالت بیوتی کیس، بیوتی سته که گفتم بگیرم براش برای کریسمس. خوشحال میشه، بسته بندی خوشگلم باید برم بگیرم که کادو کنم. و در آخر از اکشن، چقدر اینجا پر شد، از اکشن یه دونه آینه خریدم که بهتون نشون بدم برای اتاق خوابم که اینجوریه، 50 سانتیه، دورش هم طلاییه، خیلی ساده و خیلی عادی، ولی برای بالای میزم گرفتم که یه دونه آینه داشته باشم برای آرایش کردن و اینا، چون الان اونجا آینه ندارم و مجبورم همش توی دستشویی آرایش بکنم و اینو گرفتم که بزنم اون بالا. بعد اینجاش خودم باز کردم که ببینم آینه نشکسته باشه. حواستون همیشه باشه وقتی میخواین تو مغازه یه چیزی بگیرید که اینجوری بسته بندیه، حتی به خود فروشنده هم میتونیم بگید که من میخوام اینو بخرم ولی میخوام اول بازش کنم ببینم توش، مخصوصا چیزای شکستنیشو خیلی مهمه. من تا حالا برام پیش اومده که مثلا یه چیز چینی مثلا بوده، بسته بندی هم بوده، ولی اومدم خونه نگاه کردم مثلا یه ترک داشته یا یه دونش مثلا شکسته بوده، واسه همین همیشه چک بکنید. منو باز کرده بودم که ببینم آینش مشکلی نداره، که بعد برداشتم خریدم آوردم و قرار وصلش بکنم ببینیم چطوریه. ولی خب ساده است دیگه، این خریدای امروزم بود. اگر دوست داشتین که باز اگه خریدی کردم یا آنلاین چیزی برای خودم سفارش دادم ویدیوشو براتون بگیرم، برام توی کامنت بنویسین. عاشقتونم. تا ویدیوی بعدی، بوس بهتون. بای بای.